تفسیر قرآن کریم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. آیه 321 از سوره بقره با هم بشنویم. الذین آتیناهم الکتاب یتلونه حق تلاوته اولئک یؤمنون به ومن یکفر به فاولئک هم الخاسرون. کسانی که به آنها کتاب داده شد، الذین آتیناهم الکتاب یعنی اهل کتاب، ظاهرا یهود و مسیحی ها باشن، شاید هم قرآن باشه. تفسیر المیزان یهود و مسیحی میگه، تفسیر اطیب البیان میگه مسلمان هاست. حالا چون بحث راجع به یهود و مسیحی هاست، آیه در میان آیاتی که مربوط به یهودی هاست، به نظر میرسه که حرف علامه پررنگ تر باشه. الذین آتیناهم الکتاب، کسانی که اهل کتابن، ما با اونها کتاب آسمانی داده ایم. یتلونه حق تلاوته، آنچنان که سزاوار است کتاب آسمانی رو تلاوت میکنن. وقتی تلاوت کردن، اولئک یؤمنون به، وقتی تورات رو میخونن، انجیل رو میخونن و میبینن نام و نشان پیغمبر اسلام در تورات و انجیل آمده، طبق همون کتاب خودشون به پیغمبر اسلام ایمان میارن. و من یکفر به، اما کسانی که میخونن و میفهمن و سرپوش میذارن و کف میبزن، فاولاکه هم الخاسرون، اینها زیانکارن، آخرت خودشونو با دنیا میفروشن. خب در برابر انتقاداتی که در قرآن شده از یهودی و مسیحی ها، بعضی آیات هم خدا تعریف یهودی ها کرده. این آیه میتونه تعریف یهودی ها باشه، آیه 321 سوره بقره. میگه یهودی ها بعضی هاشون آدم خوبی هن. همین که تورات و انجیل رو خوندن، نام و نشان پیغمبر رو دیدن، ایمان آوردن. خب حالا حق تلاوت چیه؟ روایتی درباره آداب تلاوت در تفسیر المیزان نقل شده که 8 چیزی گفتن. 1، اول گفته که، حالا من اول از قرآن بگم بعد روایت بگم. قرآن میگه چجوری مثلا چه کنیم، برخورد ما با قرآن چجوری باشه. اول گفته فقره او یعنی قرائت کنید. خب بعد گفته چقدر بخونیم، تا حال داری بخون. فقره او ما تیسره، مقداری که تیسر، یوس یعنی برات آسونه، یعنی به خودت فشار نیار، هرچی همچین طبعت میپسنده. چجوری بخونیم، ورتل، ترتیب بخون، شمرده بخون، با صوت حزین بخون. به آیات بشارت رسیدی بگو خدای قسمت کن، با آیات تهدید رسیدی بگو خدای ما رو حفظ کن از این خطرها. دیگه چجوری بخونیم، تدبر کن. بعد از خوندن و ترتیل و تدبر و دعا دیگه چه کنیم، عمل کن. بعدش چه کنیم، به دیگران ابلاغ کن. پس آیات قرآن یعنی تو میگه فقر او امره، قرائت کنید، رتل، ترتیل بخون، افلا یتدبرون، چرا تدبر نمیکنن، تدبر کن، عمل کن، بعد از عملم به دیگران ابلاغ کن. اینا سفارشاتیه که هست، اوامرشو عمل کن، نواهیشو ترک کن. این حق تلاوت این هاست. بعد امام صادق فرمود حق تلاوت این نیست که شما آیات حفظ کنی. خیلی ها قرآن حفظ میکنن، البته حفظ قرآن یه ارزشه، کار خوبیه برای آدم های تیزهوش. آدم های متوسط که حفظ قرآن بهشون سنگینه، ضرورتی نداره قرآن حفظ کنن، لازم هم نیست، شاید مستحب هم نباشه. کاری که میکنیم باید یا واجب باشه یا مستحب. اونی که واجب است عمل به قرآن، و اونی که مستحبه تلاوت قرآن. و اما حفظ قرآن یک نعمت الهی است، لطف الهی است، توفیقی است برای آدمایی که تیزهوشن. امام صادق فرمود حق تلاوت اینه که قرآن حفظ کنید، حروفش و قرائتش و تجویدش و اینا نیست. حق تلاوت و روایاتی داریم که کسانی که حق تلاوت میکنن که امامان معصوم هستن، چون امام رضا فرمود من هر آیه که میخونم میدونم که آیه کجا نازل شد، کی نازل شد، در مورد چی نازل شد، یعنی عمق. ببینید گاهی وقت آدم
دریا که منه تو آب رو دریا رو میبینه، ولی یه افرادی هستن وقتی دریا رو میبینن با دریا نگاهی دیگه میکنن. حق تلاوت اونه. خب خلاصه حق تلاوت با صوت خوب و اینها رعایت نکات تجویدی ادا نمیشه. خلاصه آیه 321 چی شد؟ یک، همه یهودی ها بد نیستن، همه مسیحیان بد نیستن، عده‌ای هستن وقتی کتاب آسمانشون رو میخونن حق تلاوت انجام میدن، یعنی اگر در نام و نشان پیغمبر اسلام در رو هست باور میکنن و به پیغمبر اسلام ایمان میارن. اگر انتقادی از یهود و مسیحیان میشه از بعضیشون میشه، بعضیشون خوبن. یک مسئله دوم، از ما خداوند حق تلاوت خواسته و این درس دومه. از آیه 321 هم رد شیم بریم سراغ آیه 322. دعا کنم خدای تو به حق محمد و آل محمد به ما توفیق تلاوت قرآن، حق تلاوت و تدبر در قرآن و فهم قرآن و عمل به قرآن و تبلیغ قرآن به ما مرحمت بفرما. بین ما و قرآن و همتای قرآن اهل بیت پیغمبر کمتر از آنی هم جدایی نیفکن. تا اینجا تمام. السلام علیکم و رحمت الله.